فایت آوردیم براتون، اونم چه فایتی؟ خونین. خونین. برای بکس یه فایت حد افغانستان و پاکستان. پاکستانی محمد حبیبی رو داریم، محمد الهام حبیبی در مقابل رضوان علی. برای بکس رضوان علی از دوش مشخص از پاکستانه. فایت آخری که از بین در واقع پاکستان و افغانستان رفته اونم یه فایت خونین بود فکر کنم، از رفیقمون حمزه حیدری بود که خیلی گفتن اصلا داداش اسماعیل حیدری نیست، شما اشتباه میگفتید چون... حمزه حیدری. آره خیلی تو کامنت ها به ما گفته بودن که برادر، میگم بچه تو کامنت ها میگه. البته بخواین حساب بکنی منم برادر اسماعیل حیدری هم. آره شما هم که دارین میبینید برادر مایی. منم برادرشم. آره دقیقاً. شما هم که دارین ویدیو رو میبینید برادر مایی. دقیقاً. اگه بخواین به استدلال حساب بکنید همه با هم برادر و خواهری. دقیقاً. برعکس بریم ویدیو رو ببینیم. آره لینک اورجینال ویدیو هم توی دیسکریپشن کانال حمایت کنید. لتس گو. یو او ورود داریم، ورود داریم فکر کنم رضوان علیه. آره رضوان علیه هم البته یه اسم رایجیه، یعنی آره تو فقط نه تو مخصوص پاکستان. پاکستانه نه. تو ایران هم حتی ممکنه داشته باشیم رضوان علی، محمد علی و ایناست. نه رضوان علی داریم بابا، افغانستان داریم تو. خب داریم چیزی نیست رضوان. این سازمانه چقدر آشناست فکر کنم. من یه عمو دارم زنش، نه یعنی مادر من یه عمو داره اسم زنش رضوانه. حالا ایشون زنم و رضوان. خب ربطی نداره این پایی تره ولی خب مثال دیدن مرسی برای این رضوان اسم زنه. نه رضوان کنه یه معنی مثل منصوره مثلا، مثل متین. متین اسم زنه؟ دخترم زنه. نسیم هم اسم زنه. حالا بریم سراغ فایت بچه زیاد خواهی داشته. این سازمان فکر همون سازمانی که خالد خان بچه توش فایت داشته. جدی؟ که اون فکر کنم در مقابل حریف هندی بوده یا شاید هم پاکستانی بوده. آخرین فایتش بله دوست عزیز داره دو فایت رو معرفی میکنه. به زودی قرار بریم فایت خونین رو با هم به تماشایانی. ولی دقیقا قبول داری هیچکی مثل اون یارو که تو شب نورد بوده میرسه و حریفی داستان چیزی که ما دیدیم پرژن داستان خیلی با کیفیت و حریفش خیلی قشنگ آرش در کورنر صفی واحد الله نجم اینجوری کاش میگو داد میزن. خیلی داد میزن. من اگه اونجور داد بزنم اصلا نیست میشم. آره باد فقط رو میدیدیم. آره انرژی زیادی داره. خب این رفیق پاکستانی مون بچه از لحاظ استایل و بدنی انگار توپرتره. وقتی دو تا فایتر رو نشناسی در کنار هم قرار بدی، هیچ چی مشخص نیست. بدن اینجا حکم نمیکنه. حکم نمیکنه. حکم میدونی چی میکنه؟ تلاش، تکنیک. تکنیک از لحاظ فاندامنتال، فاندامنتال، فاندامنتال باید قوی باشید. آره. داره فایتر پاکستانی اینقدر با اشتیاق صداش میکنه و چیز میکنه. به سمتش رفت و چیز کرد. خب خلاصه بچه ها پارف نکنین، اصل داستان الان استارت میخوره. یه بغل برادری و برابری درست، دمتون گرم. همین کار درسته. خوبه هیچ کینه ای در کار نباید باشه. این کینه های امروز کسی که ورزشکاره اخلاقش هم باید ورزشکار طور باشه. اینجور نیست که بخواد به خودش قهرش غرور ورش داره بگم نه من حالا خیلی خفنم. استارت خب دوتا مسابقه بردی نهایتا. تاچ گلافز همون اول شروع شد. شروع شد ببینیم اولین اتک از جانب یه لوکیک یاور هم سری 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 فایتر افغان چه سری رفت تو کار، رفت همونجا قاپیت فایتر پاکستانی. یه اووران یه نیدشیم از سمتش. ایول کماکان همو گرفته هم خواد بلند کنه، خواد تک داون کنه ببینیم میتونه یا نه. یکم سخته فایتر افغان که قدش بلندتره برای بکس از رضوان علی. علی استارت خیلی خوبی داشت. اوه پانچایی پانچ. داری میزنه تو صورت رضوان. یه پانچ دیگه، یه پانچ دیگه، اوه یه پانچ دیگه. پانچای پشت سر هم که حریفو بتونه یا yeah. تسلیم کنه. یه تک داون داشتیم به صورت کاراته جودوکاری، دو تا پانچ زد اصلا نمیذاره حریف پاکستانی تکون بخوره از سر جاش. آره. برای بکس قد بلند هم اینجا تاثیر زیادی داره. میتونه اونجا لاک نگه داره. نی میتونه بزنه، نی میتونه بیاد. لاک چرا فشار میاره بچه‌ها که فکر کنم تسلیمش کنه. کماکان داره فشار میاره، خیلی بد گردنه لاک کرده بچه‌ها. ببینیم تک داون انجام میشه یا نه. شد. انداختش. بچه‌ها فکر کنم یه ساب میشن اینجا داریم که فکر نکنم اونقدر فشار وارد بتونه بکنه که تسلیم شه. قطعا داره میکنه که حریف نمیتونه هیچ حرکتی بزنه. نمیتونه هیچ حرکتی بزنه. ولی اونقدر فشار داشت که استقامت میکنه، داره درد تحمل میکنه. تا حالا تسلیم شده. شاید استقامتش بالاست. آره استقامت بالاست. به هر حال صاف میشنه هرچی هست.
حریف الان گردنش یکم دیگه در میاد فشار بیاره. ببین تسلیم میشه یا نه، خیلی بد گرفته بچی، ولی داره کماکان فشار میاد که گردنو در بیاره. کم کم خودش رو آزاد میکنه. اوه گردنش کش اومد. یه پانچ میزنه که داره میزنه میخواد خودش رو رها کنه از این قفس. قفسی که حریف افغان برای حریف پاکستانی درست کرده. در اومد. بچه در اومد. خودش رو آزاد کرد. حریف افغان واقعا. ببینیم الان بازی دست کی میفته. دوباره اومد تو قفس حریف. یه پانچ. آرو انداخت گلش. افتادن رو هم دیگه. خب الان فرصتیه برای پانچ زدن و البو زدن، البوهای خطرناک. حریف افغان توی پوزیشن خیلی خطرناکی قرار گرفته، البو داره میزنه، حریف داره استفاده میکنه، البوهای خفنی داره وارد میکنه. دست رو از بار گرفت، اون دست هم میخواد بگیره، اجازه نمیده پانچ بهش بخوره. اوه ببین تا میخواد پانچ بزنه میگیرتش. آره این کجا چیکار میخواد بکنه؟ در بیا سری داره پانچ، ولی پشت سر هم داره پانچا رو وارد میکنه، داور جداشون میکنه. چی شد؟ راند یک تموم شد اگه اشتباه نکنم. راند یک تموم شد. بعد میشه بگیم که دست فایدر افغان، یعنی فایدر افغان خیلی بهتر از ظاهر شد از اول استارت کار. یکی پاهاشونو میگیرن بالا، داستانش چیه؟ اونو نمیدونم. برای خورسانی بکنم. تا راند دو رو داریم بچه، امیدواریم که اتفاق خفنی داشته باشیم. راند دو یه اوور رفت، اوور مثل همون اول، دوباره رفت بگیره، دست لایک کرده، از اونم کمر رزمان لایک کرده، میخواد بلند کنه یه تک داون. بالاخره تونست زهرش خالی کنه، دلش مونده بود این تک داون. آره همچی تک داون. پانچو الو به سمت حریف، پانچوی پشت سر هم خطرناک، تو پوزیشن خطرناکیه، بعد حریف بلند شه، گارد گرفته که پانچ بیشتر اگه بلند نشه سرنوشت خطرناکی ممکنه داشته باشه. او سریع رول کرد حریفو، یه دونه نی، یه البو، البو بنازم، چه البوهای کاتری. شبیه محمد علی کلی هم گارد میگیره، دستش پایینه، دوباره ایستاده شد. یه جاب پانچ، یه جاب پانچ داخلی داد. اوورهندای حریف پاکستانی خیلی پرته. آره هیچ وقت نخورد، اصلا نخورد. حالا چپ و راست فایتر افغان، چپ و راست، یه تک داون دوباره میکنه. خیلی بد سر و تر رول شد، جفتشون با هم دیگه انگار رول شدن. چقدر حساس شده این قسمت راند، میخواد بلند کنه، تک داون دیگه، تک داون دیگه، دوباره حریف افغان خواهد پاشه. آجی ایستاده خیلی بهتر عمل میکنن، وایسن ایستاده فایت کنن، فایت جذابتری هم شده. کلا ایستاده عمل کردن برای بیننده ها خیلی جذابتره، ولی برای خودشون نه. دقیقا، چون دمیج های زیادی به هم دیگه وارد میشه. یه فایتر بیشتر دوست داره هم ایستاده کارو تموم کنه، هم ایستاده بازی سپری شه. اوه دوباره افتاد روی حریف، پانچ بازی دارن میکنن. گردنو فقط لاک نکنه، گردنو نباید بذاره لاک کنه تو این پوزیشن، چون خطرناکه این پوزیشن برای اگر لاک کنه خلاص. ولی میبینیم که فایتر افغان داره از اون زیر در میاد، در میاد، نذار لاک کنه، ماشاءالله در میاد. الان فرصت داره چند تا پانچ پیاده کنه، ببین میتونه. تا حالا تو این پوزیشن کسی قرار نگرفت. آره سر و تهش برعکس نشسته روی. آره این یهو اتفاق افتاد. آره دیگه. خب برعکس راند دو هم تموم شد فکر کنم. هایلایت های کلیه داریم میبینی. بریم که میمونه راند سه. بریم راند نهایی. راند تریه داشته باشی. امیدوارم که تو این راند یه اتفاق خیلی خفن بیفته. واقعا با توجه به سطح سازمان فایترها فایت خوبی بود. راند 3. حریف پاکستانیمون هم زخمی شده یک کوچولو. از سمت دماغ لوکیک داریم. لوکیک. انگار داره سنجیده تر عمل میکنه. لوکیک. قبلا یو اوورهند رو میزد، اصلا شوت میکرد. پرت میکرد. دوباره میره تو. ولی الان داره سنجیده تر عمل میکنه. او پانچ های پشت سر هم از فایتر افغان، یه نی، چه پانچ ها، چه امتیازایی. پشت سر هم همجوری داره پانچ میزنه هنوز. چه استارت خفنی، چه من اونجا احساس کنم حمزه حیدری رو دارم میبینم. بچه ها پرچم خارج از قفس، حالا شما ما بگین اگه دیدینش.
احساس من حمزه ایلی اونجاست. او آجی فایتر پاکستانی دکوراسیون فیس کلا عوض شده، داره زور میزنه که فایتر افغانی بیاره زمین دوباره یه تک داون اونجوری بزنه ولی نمیتونه چون زخمی شده. بچا بازیکن افغان انگار انرژی گرفته. هر ببین بعضی اینجوری ان، هر چی بازی سپری میشه ایول هر چی بازی سپری میشه انگار پر انرژی تر میشه. خب به نظر من با توجه به این داستان که فیس رفیقمون هم اینجوری چیز شده، آره و برد دیگه، به نظر من برنده مشخصه. حالا شما ما یه پاس میزنی ویدیو رو، به نظرتون کی برد با توجه به بازی که دیدی؟ آره محمد الهام 100% برای وکس از دیدگاه ما. البته اگه مثلا پارتی بازی در نیارند که خیلی خوبه. پارتی بازی برای چی؟ خب پارتی بازی دیگه، ببین فایتر پاکستانیه فکر کنم سازمان تو پاکستان اگه اشتباه نکنم. نه بابا ولی واقعا فایتر افغان خوب عمل کرد نسبت به رضوان علی و انشالله که چی شو؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ کیو اول برد؟ چرا جفت رو دفتشونه بلند کرد؟ اون برد چه مسخره؟ جفت بلند نکرد، اونو بلند کرد اول. نه آخه ببین یه بار مگه میشه دوتا رو بکشه؟ نه دیگه دوتا رو کشید بالا، اول اونو برد. آره اون حریف ما فکر کرد داره میگه چه وضعش، مگه نمیبینی باخته آجی اصلا؟ ولی خب بازی بچه دستش بود اینجا، واقعا میتونیم بگیم اچهاب شد در حقش. حالا ما هایلایت ها رو دیدیم ولی خب با توجه به اون داستان برای بکس دیدیم که هایلایت ها یعنی چی؟ هایلایت ها یعنی نقاط مهم. آره. اتفاقاتی مهمی که آره. توی فایت مثلا استرایکر خوبی بود، مثلا تو زمینی خوب ظاهر شد دو سه قسمت، تو ایستاده هم دیدیم که راندسه زد کلا فیس خونی بود داشتن که زمینی آره تعریف کامل تو دست گرفته به نظرم، مخصوصا اونجا که برعکس نشسته بود روی آره چاف شد به نظرم و میتونست که با یه داوری دقیق‌تر این مسابقه رو دقیقاً اعلام کنن و اعلام نکردن. برای وکس توری نیست فایت برد و باخت داره و امیدواریم که این فایتر عزیز توی فایت‌های بعدیش هم پیش بره. دقیقاً مهم بیننده هاست، شما خودتون رو قاضی کنید به نظرتون کی برد، کی برد توی کامنت‌ها نتیجه به ما بگید. دقیقاً برای وکس و میدونم اکثرتون میگید محمد الهام، دقیقاً چون واقعا حقش بود، واقعا چیزایی که دیدیم بیشترش دست اون بود دیگه. دقیقاً ممنونی که برای وکس دوست توی داری. ویدیو هستید و ما رو می‌بینید و پیشنهاد می‌کنم برید پلی لیست با ادران اجندا ببینید و تا ویدیو بعدی بدرود.